سلام دوستان، شهریار هستم با یه برنامه دیگه از شیمو تیوی در خدمتتونم. در این برنامه از شیمو تیوی در مورد توقیف سریال پرخرج و پرسر و صدای قورباغه باهاتون صحبت خواهیم کرد، پس با ما همراه باشید. قبل از شروع یادتون نره دکمه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب بکنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید زنگوله کنارش هم بزنید. چند هفته پیش عوامل سریال قورباغه اعلام کردند که این سریال آبان ماه به نمایش خانگی میاد. یکم که گذشت تاریخ پخش به 3 آذر ماه رسید. دیروز نوید محمدزاده، هومن سیدی و تمام عوامل دستاندرکار در قورباغه با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامشون به همه اعلام کردند که به طور رسمی قورباغه از 3 آذر منتشر خواهد شد. اما چند ساعت پیش هومن سیدی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش نوشت: تکلیف قورباغه چیست؟ سلام به مردم شریف ایران. من نزدیک به 3 از زندگی حرفه‌ای و شخصیم رو برای ساخت قورباغه گذاشتم، فقط و فقط به دلیل ارزش و احترامی که برای مردم نازنین و حرفه‌ایم قائل بودم و هستم. بهترین روزهای عمرم را برای این کار صرف کردم. یک تیم تمام حرفه‌ای برای رسیدن یک نتیجه قابل قبول تمام تلاششون رو کردن تا سریالی در شأن و شخصیت مخاطب رو بسازن. اینکه موفق بوده ایم یا خیر بحثی موکول به بعد از پخش است. و اما پخش، قابل ذکره که در جریان باشید این سریال مدتی است که آماده پخش بوده و به دلایلی نامعلوم به تعویق افتاده. به هر ترتیب اعلام رسمی پخش به آبان موکول شد که باز به دلایلی ارشاد از ما درخواست کرد که تاریخ پخش را به آذر موکول کنیم، که در نهایت دلخوری به حق مخاطبان رو در پیش داشت که تیم سریال را بی برنامه خطاب کردند و اکنون در این لحظه تهیه کننده محترم به بنده رسما اعلام کرده که مجدداً امکان پخش در آذر هم وجود نداره و ما باید به خواسته ارشاد پخش رو به اول دی ماه موکول کنیم. چرا؟ من و تهیه کننده بسیار حسنیت خود رو اثبات کردیم و با شورای پروانه نمایش کمال همکاری رو داشتیم، فقط و فقط به دلیل اینکه زحمت چند ساله این تیم دیده شود و مردم بتوانند این سریال را ببینند. جناب آقای انتظامی، لطفاً جوابی صریح به بنده و مخاطبان بدهید. چطور ممکن است که ما با داشتن پروانه نمایش از شورای محترم همچنان بلا تکلیف بمانیم؟ ما مجبوریم تاریخ پخش رو به اول دی ماه موکول کنیم. کسی هست که این اطمینان را بدهد که دی به بهمن یا اسفند یا به هر ترتیبی به سال بعدی موکول نخواهد شد؟ لطفاً بفرمایید در این لحظه سریال قورباغه توقیف گردیده است یا خیر؟ با تشکر، هومن سیدی. این پست رو نوید محمدزاده و سایر دستاندرکاران سریال قورباغه هم بازنشر دادن. اما لازم به ذکره که این سریال همون سریالیه که شایعه شده بود نوید محمدزاده برای 1 شرکت و بازی در این سریال 7,200,000,000 تومان دستمزد گرفته، یعنی چیزی تقریبا ماهانه 600,000,000 تومان دستمزد. حالا اینکه این سریال واقعا در حال حاضر توقیف شده یا خیر رو باید منتظر بشیم ببینیم که دی ماه مجوز پروانه نمایش به این سریال داده میشه یا خیر. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. اگه خوشتون اومد نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون ما رو حمایت بکنید.